اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. نسل به جان آمده در خانه چرایی؟ هنگام نبرد است بیایید بیایید. سبز است جهان سبز بیایید به پیکار. شب سر شده صبح است کجایید کجایید؟ در سوم اسفند بریزید بریزید. در کوی و خیابان به درایید درایید. فریاد کنید از دل و آواز بخواهید. دریای سرودی سرودی به سرایید. از دشمن غدار نترسید نترسید. سردار در این لشکر بسیار شمایید. ایران به شما زنده که هم جان و جهانی، هم آتش و آبید و زمینین و زمانی. در میهن در بند رها باد صداتون. فردا همه در میهن در بند رها بید. علیرضا نوری‌زاده. دوم اسفند ماه. اسفند ماه هم اومد 21 فوریه. یک ماه دیگه 21 مارچ نوروز نازنین جاودانمون فرا میرسه. با رژیمی که دشمن نوروزه. اولش شیطان خمینی اومد ما عید نداریم ما عید نداریم. یه کلیپشو میدیدم و دیدم خدایا چرا همه گوش کر و چشم نابینا بودن؟ چرا حس نمی کردن؟ بوی خون صدای خمینی رو ببینید برای نسل جوان ما چه نقشه کشید؟ نقشش رو عملی کرد. تو جنگ ایران و عراق 500,000 رو به کشتن داد و 500,000 رو علیل و زخمی و مجروح و شیمیایی کرد. دشمن کرد ولی خمینی عاملش بود. جنگ رو 6 سال بی دلیل ادامه داد. اول حرفاشو بشنوید. ما میخواهیم جوانانمون را از این سینماهایی که بود رها کنیم، مسلسل دست اونها بدهیم. ما میخواهیم جوانانمون را از میکده ها به میدان جنگ ببریم. اسلام در تمام اعصار با خون و با شمشیر و با اسلحه اسلام را پیش برد و نمایش پیدا کرد. بله ما مرتجع هستیم، شما روشن فکر هستید، شما روشن فکر ها میخواهید که ما به 1400 سال قبل بر نگردیم. شما میترسید که اگر ما جوانان را مثل 1400 سال قبل تربیت کنیم که با جمعیت کم دو امپراتوری بزرگ را به باد داد، ما مرتجع هستیم. آقای خمینی میخوان جوانان را تربیت کنند.
مسلسل بدن دستشون برن قتال کشته بشن. آخه این چه دینیه که فقط باید با شمشیر و مسلسل بره جلو؟ شما نگاه کنید آیین زرتشتی رو. آیا تالا شنیدید که شمشیر بکشن آدم ها زرتشتی بشن؟ نگاه کنید مسیحیان رو. یهودی ها که اصلا تبلیغ نمی کنن، کسی رو نمیپذیرن، ولی مسیحی ها رو نگاه کن. میاد در خونه رو میزنه، چهار تا کتاب میده، دو تا جزوه میده، دو تا عکس میده. بعدم اگر حالش رو داشته باشه، علاقه داشته باشه، میاد صحبت میکنه. بعدم که بهش میگه آقا جان بنده کاری به مسیح و به بقیه ندارم، خیلی هم تشکر میکنه و کتابا رو میذاره و میره، نمیگیره ازش. ولی اسلام باید قتال قتال بکش، سر ببر. کشورهای هستن مثل مالزی، اینا مسلمان هستن ولی متمدن شدن، به تمدن انسانی رسیدن، قصاص نمی کنن، آدم نمی کشن، دست نمی بردن، چشم کور نمی کنن. اونا رو باید در نظر. یه نکته به نظرم رسید که حتما گوشزد کنم بهتون. رژیم دوباره از کیسه مارگری مار آورد بیرون. آقا این کسی که تو بازار رضا بود یه مجاهد بود که برادرش هم کشته شده بود در عملیات فروغ جاویدان یا اینا هر اسمی که داره، مرساد، و این کارو کرده بود، اومده بود و حک کرده بود. نه آقا حک نه، یک گروه آزاده ایران دوست این کارو کرده بودن. مجاهدین هم دکون خودشون رو را میندازن و رژیم به مجاهدین میچسبونه شما رو به ترسون. یادتون باشه مرحوم رجوی و خانم زندش، اینا همش دنبال فریب دادن ملت بودن که ما یگانه آلترنتیویم و مریم مهردابان رو دوش ما میبریم به ایران. این یکی شعارش بود. بعدم رجوی که دید دکون خودش خیلی کساد شده، اینا رو رکنه. این کتاب جلو منه، من به خدا قسم وقتی این کتاب رو میبینم کلافه میشم. امریکایی‌ها به عراق حمله کردن، آقای رجوی دستور میده نیروها به سوی ایران، نیروها میرن توی سنگرا، کردا بهشون حمله میکنن، امریکایی‌ها بمباران میکنن، تعداد زیادی کشته میشن، اهل و عیالات آقای رجوی میرن مرز اردن، از اونجا خارج میشن و دوستان گرامیشون آقای ابریشمچی و غیره، و این بچه ها رو اونجا میدازن کشته بکشتن، تا بعد آمریکایی کم میزنه میبرنش اونجا. اونجا هم یه مدت زندانی بودن تا بعد بالاخره مثل اسرا باشون رفتار. کردا حمله میکنن اونجا بهشون، چقدر تعدادی از اینا کشته. من به خدا قسم وقتی اینا رو میبینم میگم چگونه این فریب 43 سال هزاران جوون کشورمون رو نابود کرد. بعد میبینم خب خمینی هم همین فریبو داشت و خامنه ای، اونها هم هزاران جوون کشور رو نابود کردن. زندان رجوی فرقی با زندان اوین نداره و رضا گوران تمام یه جوون ساده، 7 الحق ما بهشون به غلط میگیم علی اللهی، در حالی که یه دین باستانی بسیار زیبایی داره. اینا رو رجوی میبره توی کنفرانس، میگه سیبیلاتون رو باید بزنین، مسلمون بشین و نماز روزه. اینا میگن آقا این آیین اجدادی ماست، ما برای چی؟ جمهوری اسلامی هم ما رو وادار نکرد، شما چی داری میگی؟ میگه نه، شما اگر مسلمون بشی، الله اکبر بگی، نماز بخونی، روزه بگیری، خمینی سرنگون. 19 ساعت اینا رو توی اتاق نگر میداره، چرند میگه، خودش سیگار پشت سیگار، این بدبخت ها حق ندارن، اونم که سیگاریه، که شما باید سیبیل تو بزنی، مسلمون بشی، نماز روزه، تا خمینی سرنگون بشه. 7 آدم بدبخت کرد الحق اینجور. خب اون وقت ملت ایران میاد تن به خفت اینا بده؟ هرگز سرنگونی جمهوری ولایت فقیه حتمی است.
ولی خوابشو تو اون دنیا رجوی ببینه، بانوی گرامیش هم حالا بالاخره میشه پیر میشه تو خارج، پولم که دارن و امکانات هم دارن، لباسای ایف سن لوران هم که داره و کارتی هم که تنش میکنه، مشکل نداره. هر از چند گاه هم یه کارنوال را میندازن و فیل هوا میکنن. اما رژیم داره ازشون استفاده. هر اتفاقی میفته. شما الان سر موضوع دیگه، آقای شارمن. این آدم تو خونش یه دستگاه داشته، با کامپیوتر رادیو داشته برای. تبدیلش کردن به آدمی که ده‌ها تن رو کشته و این بازماندگان هم آوردن تو فرودگاه که اینا تو اون مسجد شیراز، این عاملش بود. اون بیچاره هم بدونه که سوال کنن میان به اینا ناسزا میگن، فوش میدن. مثل رجوی که توی زنداناش و توی جلساتش یه بدبختی که یه نامه نوشته گفته آقای رجوی گفتی میریم ایران رو میگیریم، چرا نمیریم؟ میگه این موضوع رژیم وزارت اطلاعات فرستاد. پا میشن توف بهش میکنن، تو سرش میزنن، مثل بوزینه میپرن بالا و پایین جیغ میزنن. بدبخت زاکری که سرطان هم گرفت و مرد، یکی از همینا بود که میپرید بالا و جیغ میزن. پیر مرد بدبخت، این چه خفتیه این سازمان به جوانای ایرانی داد. همشون هم دارن پیر میشن به سبک صدام حسین، همه موهاشون رو سیاه رنگ میکنن، سیبیلاشون رو رنگ میکنن، اما اون اهل حق باید سیبیلش رو بزن. شما این چهره رو ببینید، به یاد بسپرید، رضا گوران. این در اونجا در اون سالهایی که بوده خوردش کردن، حالا بازار رضا رو اینا کردن که رژیم بیاد و از این سوء استفاده بکنه، بهره بگیره، به مردم در مشهد که میگن رضا شاه روحت شاد، فردا روز رضا شاست در خدمتتون خواهیم بود، بگه رضا شاه روحت شاد، بگه نه آقا رضا شاه روحت شاد چی؟ مجاهدینن، اینا مجاهدینن، با کمک اسرائیل و آمریکا دارن این کارا رو میکنن. هیچی، تمام مبارزان آزاده، شخصیتی مثل شاهزاده رضا پهلوی، شخصیت‌هایی مثل شورای گذار، همشون آدم‌های امتحان پس داده حسابی، شخصیت‌هایی مثل سکولارهای ملی دکتر نوریالا و دوستانش، شخصیت‌هایی مثل چپای ملی. من وقتی فریدون احمدی رو می‌بینم، وقتی اینا رو میبینم، میبینم اینا آزادن، مردان جبهه ملی. رژیم میخواد رو همه اینا خط بکشه، بگه دشمن من مجاهده، آلترناتیو من مجاهدینه، بترسید اگه من برم اونا میان. یه طرف سکه، اگه من برم ایران سوریه میشه. دو طرف سکه، به دروغ این تصویر رو برای شما روشن میکنه. آقای امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری جهل و جور و فساد به آلمان تشریف بردن، تا دیروز جزء فهرست سیاه بودن، حالا رفتن آلمان مذاکره امنیتی بکنن. کسی که نماینده رژیمی است که امنیت جهان رو به هم زده میره مذاکره امنیتی بکنه. یه مصاحبه هم اونجا کرد راجب برجام، به این مصاحبه هم توجه کنید تا بعد من تعلیق و تفسیرش بکنم. در موضوع مذاکرات وین ما هنوز برخی مسائل حل نشده ای رو باش مواجه هستیم. شما چقدر لغو تحریم ها رو نزدیک میدونید و طرف ها به این توافق میرسن؟ اون چی که مربوط به جمهوری اسلامی ایران هست و ابتکارات فعالی که جمهوری اسلامی ایران روی میز مذاکره کننده ها قرار داده، ما به یک توافق خوب و دستیافتنی بسیار نزدیک هستیم. اما این طرف‌های غربی هستند که بایستی ابتکار و انعطاف واقعی خودشون رو به تصویر بکشن و اونها هستند که میتونن تعیین بکنن که این مذاکرات در چند روز آینده به نتیجه خواهد رسید یا در چند هفته آینده. خب آقای امیر عبداللهیان
جواب طرف رو نمیده، میگه آقا شما از لغو تحریم ها گذشتین رو. میگه بله البته ما ابتکاراتی روی میز گذاشتیم. آقا دروغ زن، حدی دروغ بگو. ما ابتکاراتی گذاشتیم که این غربیان که باید بپذیرن. چه ابتکاری گذاشتین؟ 25 میلیارد به شما بدن؟ آخه به این سادگی هم نیست. آقای فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی میگه توافق اتمی برای اینکه نزد ما اعتبار داشته باشه باید موضوعات منطقه‌ای رو هم حل بکنه مشکلاتو. یعنی جمهوری ولایت فقیه باید یمن بیاد بیرون، دست از گلوی ملت لبنان برداره، اجازه بده لبنانی ها انتخابات آزاد داشته باشن، دولتشون انتخاب بکنن، دست از گلوی عراقی ها برداره، بگذاره عراقی ها دولتشون رو تشکیل بدن، رئیس جمهورشون رو انتخاب بکنن. دعوا بین کردها انداخته سر دکتر برهم ساله و آقای که هوشیار زیباری نبود، حالا حزب دموکرات کردستان عراق بگه که نه حالا هوشیار زیباری نشود، برهم ساله هم نباشه. چرا؟ برهم ساله یک انسان وطن پرست آزاده است، یه آدم سکولار، آدم قابل اعتماد، اعتبار برای ریاست جمهوری در عراق بود. اتفاقا امشب روی تلویزیون عراق هستم راجع به مسائل قرار صحبت بکنم. این برای آدم قابل تأمله. اون وقت در دولتی ما هستیم، حالا بهتون نشون میدم. اول اینو به آقای رئیسی تشریف بردم به قطر. برای چی؟ اولین بار احمدی نژاد رو دعوت کردن. کنفرانس کشورهای، کنفرانس سران کشورهای صادر کننده گاز. خب قطر که همین جوری گو به قول معروف لوله رو گذاشته میمکه. حالا اینم از آقای رئیسی، برخلاف مسکو امیر قطر ماچش هم میکنه چند دفعه. حالا حرف عربی آقای رئیسی هم مثل انگلیسی خانومشه، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. قهورم زد به ریش. خب قهورم که زد، حالا اون عادت دارن دیگه، بلد نیست، تا اینو تکون ندی برات هم میریزن. حالا 10 تا شد 15 تا شد. اینا مترجمشون نشستن و بله با اسب و الاغ و کاروان بدرقه میکنن اتومبیل رو. بعد پیش خودش میگه خدایا کاش من اینجا روزخون اینجا بودم به جای رئیس جمهور ایران. نگاه کن چه اوضاعی دارن. این قطر فسقیلی که بنزه کرج ما نیست. پیرن فوتبالم بهش دادم، رئیسی خیلی فوتبال میکنه، بنزش باستانی هم لابد میکنه، میل میگیره و کباده. بله تقدیم کردم بهشون پیراهن تیم قطر رو برای جام جهانی. خدایا از زبان خودشون، از زبان خودشون روحانی نزدیک به ولایت و نزدیک به ذوب شدگان، ببینید درباره آخوند چی میگه. که این آخوند در کار اجرایی هیچ کاری نمیتونه، ضعیف. روحانیت در جایگاه های اجرایی، چون این رو تجربه این 41 ساله به ما میگه، هم لطمه داره به دین میزنه چون روحانیت مدعی دینه، هم لطمه به خودش میزنه. دین رو هم اگر ما بذاریم کنار فعلا، خیلی خودمون رو متولی این امامزاده ندونیم، حداقل برای حفظ حرمت خودش هم شده باید بره کنار. چون روحانیت از وقتی بر مصدر امور نشسته است، جز در یک موارد خاص، بقیه جاها ناکارآمد بوده و ناکام. اینکه خودش بخواد به خودش نمره بده، مثل کسی که خودش دیکته نوشته، خودش هم تصمیم کنه، خودش هم نمره بده. نه، ما باید ببینیم مردم، جامعه، تاریخ، شاخص ها به ما چی میگه. شاخص ها میگه روحانیت، دلیلش هم خیلی واضحه، چون روحانیت این کاره نیست. روحانیت تخصصش پزشکی نیست، تخصصش مهندسی نیست، تخصصش کشاورزی نیست، تخصصش کشورداری نیست و و. روحانیت تخصصش مشخص. درست. بنده اگه از من بپرسن آقا خدا عادل است یا ظالم، چرا به یکی آقا راست میگه،
روحانیت شغلش روزخونی بود، یا تو حوزه باشه، مثلا سنش هم بره بالا بشه آیت الله مثل وحید خراسانی با اون صدای انکر الاسفاد مراسم تاجگذاری طلبه ها، یعنی عمامه گذاری. شما فکر کنید این وحید خراسانی 90 سال عمر برای کشور ایران چه گامی برداشته، چه خدمتی کرده. یه توالت در قم درست کرده، هزینه شو بده. یه حمام درست کرده، در یه بیمارستان سهمی گذاشته، نه، پولا زیر دوشک، یه مقدار به داماد داد آقا صادق لاریجانی، بعد دید داماده خیلی اوضاعش رو به راه توپ شده، به داماده گفت رد کن بیاد اینجا، حداقل از اون سود پول مردم که توی صندوق دادگستری بفرست اینجا تا من حلالش کنم. خودتون این منظره شرم‌آور و خنده‌دار رو نگاه کنید و حرفای حضرت آیت الله العظما وحید الخراسانی که بابت اینکه تصویر حضرت عباس درست کردن ایشون به تریش قباش برخورد، خیلی ناراحت شد و خواستار آن شد که مدیر تلویزیون رو به سلابه بکشن به خاطر اینکه عکس حضرت عباس نشون داد. حالا عمامه گذاری رو ملاحظه کن. اللهم صل على محمد و آل محمد. لأنه أن أملو ونعمل بإمام الزمان أني سوري أسن أن شمخان فأنت النهر النية تغفيرت مزعب. بعد از 100 سال، 102 سال، 105 سال هم که میمیرن، یه عده دیوانه را میفتن تو سرشون میزنن، حالا تو قم یا در نجف کربلا، که آقایون رو به خاک بسپرن. رحلت عالم بشریت، عالم بزرگ. و شما نگاه کنید، یه شهروندی که بعض مالی آنچنانی هم نداره، موقعی که داره میمیره یا وصیت میکنم شما حالا میخوایم برین باقالی پلو درست کنین، قیمه درست کنین، بدین یه عده بخورن و بعدم برن بیرون بگن آقا گوشش کرد بود، رنگی سفید بود، یا خورما بدین و شیرنی بدین، آقا نمیخوام من. برین یونجه بخرین، برین برای یه حیوانات بریزین، حیوانات گرسنه‌ای که این رژیم نان حیوانات رو هم بریده. برید یک جوکی براتون بگم، نمیدونم براتون گفتم یا نه. گفتن که سگ‌ها در زمان امام خمینی اعتصاب کرد. گفتن آقا جون چه رژیمی تو گفتی آوردی؟ تو حتی باعث شدی که الان مردم استخونه رو میخورن. حالا اون زمان تازه، الان که چی بگم، سر مغز و استخون دعواست. حالا استخونه رو میخورن، ما یه دونه استخون پیدا نمی کنیم. داد و بیداد. آقای رفسنجانی در مجلس اومد گفت آروم باشید، من از امام وقت میگیرم، برید اونجا. وقت گرفت و رفتن خدمت امام، نشستن و امام اومد گفت البته سگ‌ها هم در انقلاب نقش مهمی داشتن، به خصوص اون سگی که توی همین جماران هدایت کرد برادران پاسدارو به خونه‌ای که توش اسلحه بود، میخواستن کودتا بکنن. سگا خیلی بود. رئیس سگا برگشت گفت امام جان ما سرمون کلا نمیره، همین پیروز اینو داشتی برای کالباس فروش هم میگفتی، برای ماتاووس و برای بنه ها هم میگفتی، برای همه میگی در انقلاب نقش داشت، ما وضع ما رو روشن کن. یه دفعه آقا
یک اشاره کرد و یه حرفی زد، رئیس سرباز سرش انداخت پایین، بقیه هم دنبالش رفت. احمد آقا گفت حاج آقا من خیلی اعتقاد داشتم شما نابغه اید و هوش بسیار دارید، ولی نمیدونستم شما این زبانم بلدید و چجوری. و من فقط بهشون گفتم اگه حرف زیادی بزنید گوشت سگم مثل خاویار حلال میکنه. وقتی که بینید یه سر تو خیابون میمونه. حالا قرض این امام خمینی واقعا اینو گفتم یادم بود، یکی از این روحانیون درباره عربی حرف زدن امام میگه، و یادتون باشه آقای خمینی وقتی میاد گفتم آقا هفت زبون بلد، هفت زبون بلد. وقت من جلو عرفات وقتی دیدمش خجالت کشتم که نوش حسین آقا اومد گفت آقا جان اینجوری نگید، بذارید من میگم. نگاه کنید همپالکی شاگردش، ببینید راجب خمینی چی میگه. امام کل خلخالی میگفتش که امام 15 سال در نجف مون هیچ عربی یاد نگرفتن، به خلافی که میگفتن امام با زبون انگلیسی و عربی و اینا، واقعا فقط یک کلمه امام عربی رو خوب آموخته بود و او این که فلوس ماکو، یعنی پول نیست، یا یعنی به کسی پول نمیداد امام، میگفت این فلوس ماکو رو امام خوب یاد گرفت. البته فلوس ماکو هم درستید، لاتولوتای تو خیابونه، یعنی عرب فهمیده و زبان عربی خوب میدونه نمیگه فلوس ماکو، ولی این فلوس ماکو رو به این طلبه ها میگفت رسم تو آخونده. اینو بدونی وقتی اجازه میگیرن به عنوان وکیل برن وجوهات بگیرن، مثلا یا رو طلبه 40 سال شده میره تو دهش که روزه بخونه تو عاشورا تاسوعا و ماه محرم، به اهالی ده، حالا اونی که یه خود وضعش بهتره، میگه آقا شما سهمتو دادی، سهم امامو جمع میکنی. حالا اون زمان مثلا 5000 تومن جمع میکنی، این 5000 تومنه که اومد به مرجع میداد، مرحوم آقای شریعت مداری که میگرفت همونجا 20%شو میداد به خودی. اگه 5000 تومن گرفت تو 1000 تومن میداد به خود. رسمم بوده بین آخوند. خمینی دشهی هم نمیداد، خیلی کنس بود، برای همینم هم نمیبردم پیشش وجوهاتو، میبردن به آقای خویی میدادن، میبردن به آقای روحانی میدادن، سید محمد در ایران هم با آقای شریعت مداری و آقای گلپایگانی و مرشی یا حاج آقا احمد خونسردی در تهران. منظورم اینه که خمینی کنس بود، خسیس بود، و این جمله هم که آخون میگه درست میگه، هیچ زبونی هم بلد نبود، عربی هم بلد نبود. همین حاشیه‌ای که نوشتار آخوندا عربی کتابت به همون سبک خودشون یه مقدار بلد هم، ولی خمینی اینم نمیدونست، اینم نمیدونست. در حال جالبه از زبان خودشون باید بشنم، ولی بریم ببینیم این هموطنی که وصیت میکنه آه برید جو بخرید، برید برای حیوانات، نگاه کنید خیلی قشنگ.
درود میفرستم به روان این هموطن نازنین و به خانواده بزرگش، خانواده عزیزش. چه کار قشنگی بود، چقدر زیبا بود. یه وقتم یادمه توی حلبچه یه دختر بچه کرد توی تولدش گفت ازت چی خواستی؟ گفت خواستم که چند تا کپکو آزاد کنم. بعد اومد این کپکا رو پر داد روی کوهستان و این منظره چقدر قشنگ. حالا این کارم واقعا منو تکون داد که کار زیبایی بود. حالا بذارید یه درنگ کوتاهی بکنم ببرمتون مجلسی از آواز. قربانی عزیز در کنار آقای قاسم بریم گوش بدیم. چقدر زیبا، چقدر زیبا، چقدر زیبا. حضورتون عرض بکنم آدم دلش نمیاد وقتی از این میاد باید بره دوباره دنبال سیاست. حضورتون عرض کنم که آقای امین انصاری فر یکی از هموطنانی بود که رژیم جهل و جور و فساد تو آبان فرزندش فرزاد نازنین رو کشتن. در این ترایبیونال لندن برنامه که حمید سبی دوست نازنین وکیل عزیز و همکلاسی من هم دانشکده من ادارش میکرد گزارشی داد و ببینید در گزارشش چه بود که دستگیرش کرد. نگاه کن. سلام سرامشکار بود. خونه ما تا جایی که پسر من کشته شده فاصله 150 متری بیشتر نبوده. شکایتی کردیم هیچ جوابی نداد. دختر من هم به خاطر که داده خواه خون برادرش بوده دستگیر کردن بردن آواز. 7 روز زندان آواز بوده. الان هنوز پرونده هاش هم در جریان هست. گفتیم ما اون کسی که پسر ما رو با تیر زده اونو به ما معرفی کنین. برای چی تیر اندازی کرده؟ برای چی پسر منو کشته؟ نیروهای امنیتی گفتن فرزندتان تشکر بوده. آنها فیلم دوربین ها را چک کردن تا اثبات کنن فرزاد از معترضان بوده. اما خانواده ما میپرسن چرا به دنبال سرنخی از قاتل فرزند ما نیستی؟ چه کسی دستور این شلیک را داده که فرزاد به راحتی کشته شده؟ چه فرق میکند اون معترض بوده یا رهگذر؟ آیا مامور آهود هم این پدر رو به خاطر اینکه واقعیت گفته این پدر دستگیرش کرده و خدا میدونه چه رفتاری باش داره. برای اینکه نمونه شو ما بدونیم پیام کمال جعفری یزدی رو بشنم. کسی که یه دوره مرخصی استعلاجی داشت و باز باید به زندان برمیگشت. ببینید پیامش. سلام و عرض ادب به همه دوستان و هموطنان عزیز. امروز یک شنبه اول اسفند ماه است. من از 20 دی ماه 40 روزه در مرخصی درمانی ام و فیزیوتراپی میرم و درمان هم ناقصه و پزشکم گفته اگر فیزیوتراپی جواب نداد نیاز به جراحی دیسک گردن داری و مجروحیت های دیگه ای که از زمان جنگ دارم. متاسفانه قول داده بودن که مرخصی رو تمدید میکنیم تا درمان کامل بشه و از این حرفا، ولی متاسفانه تمام این حضرات قولشون با بولشون یکیه. متاسفیم تو سیستم این حکومت هنوز انسان صادق ندیدیم. یکی از یکی دروغگوتر، یکی از یکی جنایتکارتر، یکی از یکی خائنتر، یکی از یکی دوستر. متاسفیم. و یکی از دلایلی که من از این حاکمیت جدا شدم به عنوان یک کلکسیون ایثارگری همین بود که دیدم جمعی فندق مغز، بی شعور، بی شرف، بی پدر، دزد حامی این حکومتن و خجالت میکشیدم که امسال کنار امسال اینها باشم که الحمدلله الان به چند درصد رسیدند. و ولی من حرفم با مردمه. مردم، زندانیان سیاسیتون دارن در زندانها میپوسن. مردم، وطنتون غارت شد. مردم، بعضیاتون پای فضای مجازی نشستید و چرت و پرت می‌نویسید و پست‌های بیخودی می‌ذارید و مدعی هستید. بعضیاتون دنبال تفریحات زودگذرتونید. بعضیا دنبال ماشینتون شاسی بلند کنید. همه اینها خیانته. تا وطنمون که پدر و مادرمون هست و فرزندمون هست در خطر است و نجات پیدا نکند، نشستن کنج خانه جنایت و خیانت و حمایت از همین حکومتی است که تمام نوامیس شما رو به باد داده.
تکانی بخورید. من الان دارم با افتخار وارد زندان میشم، سالم هستم، به جز اون مشکلات جزئی که دارم به لحاظ داخلی کاملا سالمم. مسئولیت حفظ جان من و حفظ خانواده مظلومم که من یه تک فرزند دارم، همسر مظلومم و دختر مظلومم، به عهده شخص علی خامنه‌ای و حکومت کثیف خامنه‌ای و دیکتاتوری آخوندی و دستگاه کثیف و غیر مستقل قضایی و وزارت بدنام اطلاعات، این پرونده سازان کذاب خودسر شکنجهگر آدمکشی است که هر غلطی رو میکنن و هر دستوری رو میدن. من به زندان میرم، با افتخار میرم، با افتخار در اوج بیگناهی برای وطنم دارم حبس میکشم. هیچ اشکالی ندارد مردم، اپوزیسیون ها، مدعیان، شماها هستید که عامل همه این بدبختی ها و فلاکتید. یک بار برای همیشه تمامش کنید، یک بار برای همیشه جمع کنید، وفاق کنید، برنامه ریزی کنید، منیت و سهمخواهی رو کنار بذارید. تا روزی که جمهوری اسلامی باشد ما ساعت خوشی نخواهیم داشت، روز خوشی نخواهیم داشت. هر روزمون از دیروزمون بدتر، نه گذشته‌ای داشتیم، نه حالی داریم، نه آینده‌ای. و هر روز که اینها بمانند، دزدی‌ها، دروغ‌ها، جنایت‌ها و سرزمینمان را می‌خشکانند. امروز سرزمینتون رو به چین و روسیه دارن می‌فروشند. متوجه باشید، پاکترین، شجاعترین، آگاهترین، غیرتمندترین فرزندان این مملکت یا توسط این حکومت سربنیست شدن یا گوشه زندانن. بفهمید، من یقین دارم از مذاکرات وین چیزی در نمیاد به هیچ وجه، چه توافق بشود چه نشود. ولی مردم، اگر خودتون اقدام نکنید در آینده کشور نقشی نخواهید داشت. خود درود میفرستم کمال عزیز، درود میفرستم. این انسانهای آزاده رو باید ستایش کنید. طرف بیرون کشور تلفنی داره با من حرف میزنه. علیرضا، اینا تلفن تو رو که نمیتونه از رو کنترل کنم بفهمم من به زنگ زدم با دارم حرف میزنم. وقتی این یه انسان آزاده از وطن دم در زندان داره این حرفا رو میزنه، واقعا باید شرم کرد، شرم کرد از بعضی از این آدم ها. یک صحبت دیگه هم میخوام گوش بدید در مورد همین برجام. اول سید علی آقا رو گوش کنید، 6 سال قبل درباره برجام چی می‌فرمودن، گوش بدید. اگر ما در این مسائل مربوط به آینده و مربوط به بلند مدت اگر امروز کوتاهی کردیم، فردا مشکل خواهیم داشت. من در قضایای برجام در سال 94 و 95 ایرادی که بنده می‌گرفتم این بود که یک نکاتی باید در برجام رعایت میشد که مشکلات بعدی پیش نیاد. اعتراض من عمدتاً به این بود. من میگفتم این نکات رو باید در نظر بگیرید، در تذکرات همون رو مکرر. خب بعضی از اینها در نظر گرفته نشد، مورد توجه قرار نگرفت. این مشکلات بعدی پیش آمد که خب همه مشاهده میکنن. چی داره میکنه؟ داره تصفیه حساب با روحانی میکنه. تمام برجامو گفت آقای ظریف، دونه دونه شو با آقا مشورت شد و آقا پذیرا شد. ما بدون نظر آقا هیچ قدمی بر نداشت. حالا صحبت های نخست وزیر اسرائیل رو گوش بدید. خود بین ایران لبین המעצמות על חזרה להסכם הגרעין מתקדמות מאוד. ייתכן שנראה הסכם בתוך זמן קצר. ההסכם החדש המסתמן הוא קצר יותר וחלש יותר מהקודם. ההסכם המקורי שנחתם ב-2015 היה הסכם ל10 שנים ועכשיו ל2.5 שנים. כלומר, ההגבלות על תוכנית הגרעין האיראנית אמורות לפקוע ברובן ב-2025. מאז החתימה המקורית קרו שני דברים. האיראנים התקדמו מאוד בבניית יכולת ההשערה והזמן חלף. לכן אם העולם יחתום שוב על ההסכם מבלי להאריך את מועד הפקיעה, אנחנו מדברים על הסכם בסך הכל שקונה 2.5 שנים, שאחריהם איראן יכולה ורשאית לפתח ולהתקין צנטריפוגות מתקדמות בלי הגבלות, כן? אצטדיונים של צנטריפוגות
על פי ההסכם, ובתמורה לזה, בתמורה לאותם שנתיים וחצי, האיראנים יקבלו בהווה עשרות מיליארדי דולרים, הסרת סנקציות, כלומר המון כסף. והכסף הזה, כמו שאנחנו יודעים, מגיע בסופו של דבר לטרור באזור. הטרור הזה מסכן אותנו, הוא יסכן מדינות נוספות באזור, כמו שראינו לאחרונה, והוא יסכן גם כוחות אמריקאים באזור. מדינת ישראל, אנחנו בכל מקרה מתארגנים ונערכים גם ליום שאחרי בכל הממדים, כדי שנדע לשמור על ביטחון אזרחי ישראל בכוחות עצמנו. נתניהו صحبت نمیکنه که آدم بیاد بگه اون کینه و اون چیزی که داره دنبال تکه پاره کردن ایرانه. نه این آقای نفتالی آدم هوشمنده، آدم با درکیه و حرفی که داره میزنه رو منطقه. واقعا اون قرارداد رو بستین، مدت شما حالا تا 2025 بود. این یکی که 2.5 ساله. رژیم جهل و جور و فساد هم از هر فرصتی استفاده میکنه برای غنی سازی، از هر فرصتی استفاده میکنه برای اینکه برنامه اتمی نظامیشو پیش ببره. اگر تصویر من ثابت میشه، گاهی من خودم خواستم گفتم وقتی تصویر کوالیتیش میاد پایین، یه تصویر ثابت من بهتر از اینکه شما تصویر مشوه ببینید. اما آقای توفیق آرادانم اظهار نظرهایی کردن و برای اولین بار اشاره میکنه که قصد ترور او رو دارن پیشا پیش. من البته گفتم از خط قرمز اصلی هنوز عبور نکرده. اگر اسم مجتبی رو بیاره مطمئن باشید سرنوشت رفسنجانی به گونه دیگری سراغش خواهد اومد. تمام این زجی که کروبی کشید و خانه نشینیش برای یه جمله راجب مجتبی بود. به ولیت سید علی آقا کسی نباید بگه شپیشه، به قول مثل منیژه خانم. حالا ببخشید نمیخوام این اسم زیبا رو راجبش حرف بزن و بریم گوش بدیم آقای احمدی نژاد هم ببینیم چه. من اطلاع دارم که باند فاسد و فاسد امنیتی و بعضی جریانات دنبال این هستن. اون کسایی هستن معمولا در حوزه اندیشه نظر مدیریت کم میارن، نمیتونن جامعه رو اداره کنن، با حذف و زورگویی و اعمال قدرت میخوان نظرات خودشون رو جلو ببرن. عده‌ای بخوان با این روش ها موانع و از پیش پای سلطه‌گری خودشون بردارن و بر سرنوشت ملت حاکم بشن. این چرا جای نگرانی داره و باید تلاش کنیم که اون سلطه‌گری اتفاق نیفته. حالا تو من بارها بهشون گفتم اونا تو وهم خودشون. آنچه را میخواستم گفتم بذارم در پایان برنامه تأمل کنیم. این تظاهرات و اعتصابات خیابانی معلمان و ایثارگران در شهرهای مختلف وطن هست. درود میفرستم، دستان مبارکتون رو میبوسم. درود جناب حبیبی، درود به همتون که اینجور دلاورانه ایستادید. بریم سری بزنیم به این تظاهرات. معلم یاد بزن، حق تو فریاد بزن. 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 ما مقصد مهری و سر جنگ نداریم. ما طاقت این حال پر از ننگ نداریم. با هیچ کس اندیشه نیرنگ نداریم. یاریگر پرواز خود از بال و پر افتاد. با بند فلن ما بریم فقر نمینالیم، ما بریم فرق مینالیم. ما از فرق مینالیم. کنشگران سنفی فارس حتی خود بنده رو میدونستن آرامترین فعاله مدنی بودیم. با رفتارهایی که با ما انجام دادن تبدیل شدیم به رادیکالترین افراد. به خدای احد و واحد قسم حاضرم اگر
شرایطی جور بشه بتونم عملیات انتحاری کنم، این وزارت خونه رو خیلی خراب کنم که زندگی همون رو خراب البته دیروز توی کلاپاس من که اونجا بودم توی گفتمان براندازی و خانه پدری، یکی از دوستانمون گزارش مشروعی داد و اشاره کرد که الان شعار معلم زندانی تبدیل شد زندانی سیاسی آزاد باید گردد. درود برشون خانواده های زندانی سیاسی. دانشجویان عزیزم چرا ساکتید؟ کارگران بپیوندید، این جنبش معلمان ماست، اهل قلم که این رژیم رو جارو خواهد کرد و در مزبله تاریخ خواهد انداخت. دلم میخواد الان سری بزنیم به مزار بکتاش آبتی، یار و دوست نویسنده و شاعر و فیلمساز. حتی اینا تحمل مراسم چهلمش رو نداشتن، ولی اول بریم بانوی داغدار او رو بشنویم که من واقعا وقتی حرفاش رو شنیدم تیکون خوردم. یک زن جوان رو بیوه کردن، مریم بانو رو گذاشتن، مریم یاوری رو که حالا بشینه در حسرت روزهای خوب. روزهای خوشی هم نبوده، شوهر دائم در مزان تهدید و توبیخ و دستگیری. گوش بدیم به حرفای مریم یاوری. نمیبخشم آمدین این اتفاقو، اونا مسئولم باید بیان جواب بدن. رئیس قوه قضاییه آقای اژه‌ای، مسئول کل زندان ها، شما مسئولین و موظفین که به من مریم یاوری، همسر بکتاش آبتین، مهدی کاظمی جواب بدین که وقتی اون این همه مراجعه کرده به بهداری چرا اعزامش نکردیم به بیمارستان؟ واقعا شرم‌آور محسنی اژه‌ای. اون عمامه آلودت رو بردار، سرتو بزن به دیوار و بترکون که چقدر جنایت. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.